سلامی چوبوی خوش آشنایی محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، با شبی تازه و خبر و نظری تازه در خدمت شما بینندگان مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک هستیم با ادبیات کمی متفاوت تر، هرچند استایل خبر اونقدر سخت و سفت و در یک قالب خاص هست، بعضی اوقات ما هم سینه چاک میکنیم و سخن تازه میگوییم. علا ایو حال با نگاهی بر سرخط همه مطالب منتخب برنامه امشب رو همچون همه شبها میگوشایم. ادامه تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه، تهدید حمله به اسرائیل و نیروهای آمریکا در عراق، افزایش درخواست ها برای اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی در آستانه 40مین سالگی عمر حکومت نظام دینی، تازه ترین حمله اردوگاه اصولگرایان و محافظه‌کاران به حسن روحانی با درخواست از نهاد قهریه و قضائیه برای محاکمه فریدون برادر رئیس جمهور ایران، زلزله سیاسی در اردوگاه اصلاح طلبان ایرانی با چرخش بسیاری از نمایندگان لیست امید به سوی اردوگاه محافظه‌کاران، جبهه اصولگرایان، چه بسا برای بقا در حکومت، و قطعاً خشم اصلاح طلبان از این موضوع، اعتراف علنی و اذعان به هدایت صفحات بسته شده فیسبوکی از سوی ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، و در عرصه اقتصاد ایران، اقتصاد و انرژی و البته رابطه نفت منطقه‌ای، گلایه زنگنه وزیر نفت از اروپا و عراق برای همراهی با تحریم نفتی امریکا، و بالاخره بحران گوشت در ایران با فروش گوشت‌های اینترنتی سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 17 بهمن ماه ایرانی برابر با 6 ژانویه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. درودی دوباره. بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید. همینک و در آغاز صفحه یک رو در واقع با تازه ترین نشانه ها از استمرار سیاست های ماجراجویانه و تنش‌زای حکومت ایران در منطقه، از جمله تهدیدها به رویارویی مستقیم با امریکا و اسرائیل آغاز میکنم که در کیهان بازتاب یافت. در میان روزنامه کیهان سخنگوی دفتر رهبری جمهوری اسلامی با انتشار یادداشتی به عنوان ترامپ بنبست تهدید ایران، ضمن اشاره به سخنان ترامپ در خصوص زیر نظر گرفتن ارتش جمهوری اسلامی توسط نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، عملاً و آشکارا نیروهای آمریکایی رو به حمله مستقیم تهدید کرد. کیهان در بخشی از یادداشت خود اشاره داشت که اظهارات آقای ترامپ کمک می‌کند که به نام حفظ امنیت خود به پایگاه‌های آمریکایی در کشوری که رسماً قرار است سکوی مهار و تضعیف امنیتی ایران باشد حمله کنیم. دستاندرکاران این روزنامه تندرو و رادیکال و بحران آفرین همچنین به مزدوری گروه‌های شبه نظامی مستقر در عراق برای حکومت ایران اعترافی عیان کرد و مدعی شد که واقعیت این است که جمهوری اسلامی نیاز به استفاده از حتی همه نیروهای هوادار خود در عراق ندارد و با بخشی از آن هم میتواند نیروهای کم شمار آمریکا رو در 33 نقطه عراق در زمان کمتر از یک ماه وادار به خروج از عراق کند. در سوی دیگر، روزنامه سیاست روز از دیگر روزنامه‌های جناح اصولگرایان در مطلبی به عنوان اسرائیل منتظر پاسخ قاطع باشد، سخنان آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رو منتشر کرد که گویا به خاطر ادامه حملات نظامی اسرائیل به اهدافی در سوریه به این کشور هشداری تند و تیز داده بود. علی حال روزنامه دسترسی سیاست روز که گزارشی از دیدار ولید معلم وزیر خارجه سوریه با آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رو منتشر می‌کرد، هدف حملات اسرائیل به سوریه رو به زبان ایشان ارتش سوریه و نیروهای مقاومت دانست و اسرائیل رو به عملیات تلافی جویانه تهدید کرد و حتی در بخش از اظهارات خود هشداری صریح داد مبنی بر اینکه در صورت تداوم این اقدامات
تدابیر پیشبینی شده برای بازدارندگی و پاسخ قاطع به گونه ای که به زعم آقای شمخانی درس عبرتی برای حکام اسرائیل باشد فعال خواهد شد. غافل از اینکه پاتریوت ها رو اس‌300 ها رو روس ها بستند. هرچند علی شمخانی به حمله اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی در خاک عراق و سوریه اشاره نکرد، اما خبر داریم که اسرائیل در ماها و هفته‌های اخیر چند بار از پرتاب موشک و بمباران هوایی اهدافی از جمله در حومه دمشق رو زده بود که نظامیان اسرائیلی آنها رو پایگاه‌ها و انبار مهمات نیروی قدس سپاه، همان واحد برون مرزی سپاه و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را مانند حزب الله لبنان اعلام کرده بود. صفحه 1، بررسی مطبوعات چپ تهران رو با تازه های از آخرین فعل و انفعالات داخلی ایران، کشمکش ها و کشاکش ها میان نیروهای درون نظام ایران دنبال میکنم که اخیراً انتقادها به قانون اساسی و لزوم بازنگری آن بعد از گذشت 40 سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی وارد فاز تازه از منازعات و مجادلات میان مردان و زنان جمهوری اسلامی شد. در همین زمینه روزنامه همدلی در مطلبی به عنوان دعوت به مناظره برای همه پرسی به لزوم بازنگری بر در واقع متن 40 ساله قانون اساسی ایران کوشید و پرداخت. همدلی در بخشی از گزارش خود سخنان معاون پیگیری و اجرایی قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری ایران را منتشر کرد که گفته بود قانون اساسی ظرفیت‌های خوب دموکراتیزه شدن را دارد، اما جزم‌اندیشان موانع سیاسی، فقهی، حقوقی و حتی توهمی غیرقابل عبوری در برابر این امر قرار دادند. چاهی که جزمندشان برای ملت و کشور کنده اند عمیق و هولناک است و ظاهرا خود آنها نیز متوجه بلایی که بر سر کشور آورده اند نیست. همچنین این استاد حقوق اساسی دانشگاه در ادامه و برای روشنگری درباره این موضوع از آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان خب یکی از مراجع قانونگذاری اصلی ایران دعوت به یک مناظره حضوری کرد تا به ضرورت بازنگری در این قانون بپردازند و اعلام نظر کنند. با همین زمینه در سوی دیگر روزنامه شرق هم در صفحه یک خود سخنان آقای علی مطهری رو به عنوان راه بازگشت منتشر کرد که دیدگاه هایی تا حدودی مشابه معاون پیگیری و اجرایی قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری ایران داشت و بر لزوم بازنگری قانون اساسی تاکید داشت. حسب گزارش این روزنامه تحول خواهان، نائب رئیس مجلس ایران عنوان کرد که 3 دهه پس از بازنگری در قانون اساسی کاستی هایی در آن مشخص شده و ضروری است این قانون اصلاح شود، اما عده نگرانند که این قانون بعد از اصلاح بدتر شود. همانطور که معتقدند در بازنگری قانون اساسی ایران در سال 68 یک مقدار بدتر شد. یک نیش هوشمندانه بود اینجا که گفت بدتر شد. ایشون گفت که این نگرانی وجود دارد، اما میتوان حساب شده وارد شد و اصلاحات خوبی انجام داد. در رابطه با نگرانی بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که خب یکی از اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 68 همان حذف مرجعیت از الزامات رهبر شدن بود که به جهت توجیه پذیر کردن رهبری آیت الله خامنه ای صورت گرفت. همچنین اضافه شدن لفظ مطلقه به ولایت فقیه بود که خب یک شبه ولایت مطلقه فقیه در بازنگری قانون اساسی ایران زاییده شد که خب باعث افزایش اختیارات علی خامنه ای شد و دیکتاتوری نوظهور در ایران پدیدار شد. بدین روی اشارت آقای مطهری خیلی هوشمندانه به این نکته اشاره داشت. خبرها و نظرها رو با حجم فزاینده کشمکش‌ها و چالش‌ها با ادامه نبرد قدرت در لایه‌های حکومت همزمان با تازه‌ترین درخواست دلواپسان برای محاکمه دو برادر، برادر روحانی و همینطور اسحاق جهانگیری دنبال می‌کنم که روزنامه عصر ایرانیان اردوگاه محافظه‌کاران با انتشار مطلبی به عنوان جمعی از نمایندگان مجلس خواستار محاکمه علنی مهدی جهانگیری و حسین فریدون شدند از ارسال نامه
20 نماینده مجلس به قوه قضاییه ایران برای محاکمه مهدی جهانگیری و حسین فریدون خبر داد. عصر ایرانیان بخشی از نامه این 20 نماینده مجلس رو که عمدتاً به طیف دلواپسان مشهور هستند منتشر کرده بود که در آن این نمایندگان مدعی شده بودند اتهام برادر رئیس جمهور ایران و معاونش مهرس شده و اکنون پس از گذشت یک سال همچنان به پرونده این دو نفر رسیدگی نمی شود. اما در سوی دیگر روزنامه آرمان هم در همین رابطه مطلبی را با عنوان تخریب برادران رئیس جمهور و معاون اول منتشر کرد و این اقدام دلواپسان رو عمدتاً در جهت تخریب آقای حسن روحانی ارزیابی نمود. روزنامه آرمان امضا کنندگان این نامه رو افرادی می دانست که در برهم خوردن آرامش جامعه نقش دارند و اشاره می کرد که از نام امضا کنندگان نامه به خوبی مشخص می شود که متعلق به چه جناح و جریانی هستند. همه نزدیک به پایداری ها، جبهه پایداری ها یا عضو پایداری هستند. همان پایداری هایی که در بیشتر حوادثی که آرامش جامعه رو برهم می زند نقش اصلی و پررنگی دارند. روزنامه آرمان در بخش دیگری از گزارش خود اشاره داشت که وقتی تفکیر دلواپسان به ته دیگ می‌خورد اما نمی‌خواهند واقعیت را پذیرا باشند به سراغ موضوعاتی می‌روند که در اولویت جامعه نیست اما برای آنها مهم است چون هدفشان سلب آرامش جامعه است و بس. و مشخص است که تلاش دلواپسان برای تخریب فریدون در درجه نخست متوجه او نیست بلکه آنها رئیس جمهور رو هدف میگیرند و میخواهند با ادعاهایی اینگونه القا کنند که روحانی شایسته ریاست جمهوری نیست تا با تحت فشار قرار دادن او بتوانند به خواست خود برسند. تحلیلی به نسبه نزدیک است چرا که من روزنامه قدس رو میدیدم آنگونه که رئیسی رو مثل یک رهبر مثل یک رئیس جمهور نشان میداد بوی یک چنین مفاهیمی رو در ذهن مخاطب میآورد. به بهارستان و پارلمان ایران نیز نظریه گذاری می کنم. پارلمانی که مردان و زنانی از لیست امید به کرسی رسیدند و پس از جلوس به منشورشان پشت کردند. در واقع اقدامات برخی از نمایندگان مجلس که در ابتدا همراه با لیست موسوم به امید که توسط اصلاح طلبان حمایت شدند وارد مجلس شدند و سپس با چرخشی آشکار برای خوشایند کلیت حاکمیت مواضع خیش تغییر دادند که این امر طبیعتاً موجب خشم اصلاح طلبان شد. در همین زمینه روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به عنوان دیگر مار در آستین پرورش نمیدهیم سخنان رئیس فراکسیون امید مجلس را منتشر کرد که این نمایندگان را به مارهایی در آستین تشبیه میکرد. آقای محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم و در نظر گرفتن راه‌های اشتباه رفته مدعی شد که دیگر این افراد را در لیست خود قرار نمیدهیم و مار در آستین پرورش نخواهیم داد. ایشان افزود کسانی هستند که با پشتیبانی لیست امید وارد مجلس شدند اما بعد از آن هویت خود را در حمله به امیدی ها دیدند. آنها فکر میکردند با حمله به لیست امیدی ها جایگاه و مسئولیتی برای آینده پیدا میکنند که 100% اشتباه کردند. البته خیلی هم اشتباه نکردند چرا که بقا در مدارا با ارزشیان است. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات. تازه ترین سخنان آقای روحانی که مجددن و بیشتر از موضع یک منتقد و نه رئیس جمهور سخن میگوید مورد تحلیل و واکاوی برخی از روزنامه ها واقع شد. در این رابطه روزنامه ایران که خواهلته ارگان و سخنگوی دولت هست سخنان روحانی رو به عنوان دوران انسداد گذشته است در صفحه یک خود منتشر کرد. حسب این گزارش در بخشی از سخنان روحانی اشاره شد که آقای رئیس جمهور ایران با تأکید بر اینکه در برابر سوال بایستی پاسخ دهیم و با امر و نهی و فیلتر سوال و شبهه مردم رفع نمی شود مدعی شد که دوران انسداد گذشت و اگر هم نگذشته در دنیای امروز مشکلات را حل نمی کند و بایستی بر مبنای عقل، دانش، کتاب و گفتگو حرکت کرد. حاوی هیچ نکته تازه نیست زمین که یک رئیس جمهور که صاحب دومی مقام یک مملکت هست اینا رو میگوید یعنی چه کسی بایستی انجام دهد که به دفعات برای افکار عمومی مطالب سوال هست. گفتنی است که پیش از این هم بارها روحانی از لزوم گردش آزاد اطلاعات و آزادی فضای مجازی و
شبکه‌های اجتماعی سخن گفت و شرایط مطلوب رو توصیف کرد بدون اینکه بخواهد به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در این مورد کوچکترین اقدامی انجام دهد. خبرها و نظرها رو تا حدودی با زمینه و مضمون خبر مشابه پیشین پی میگیرم، در واقع خبر و نظری از فعالیت‌های فیک نیوزهای ارتش سایبری جمهوری اسلامی در خارج از ایران رو بررسی می‌کنیم که موجب مسدود شدن نزدیک به 800 صفحه توسط فیسبوک شد. در همین زمینه روزنامه جوان سخنگوی نوشتاری نظامیان سپاه با انتشار گزارشی با عنوان تحمل ناپذیری قدرت نرم ایران در فیسبوک به دست داشتن حکومت جمهوری اسلامی در هدایت این صفحه ها اشاره کرد، صحه گذاشت. در واقع به ادعای این روزنامه غرب از اثرگذاری ایرانیان و حامیان ایران در خارج از مرزها به شدت نگران است و هر صدایی که بوی همسویی و همراهی با جمهوری اسلامی رو بدهد خفه خواهد کرد. اینو روزنامه نظامیان جوان میگوید. جوان همچنین گزارش مرکز تحقیقات جرمیابی دیجیتال در مورد صفحات بسته شده توسط فیسبوک رو منتشر کرد که عنوان میکرد کلن 17 صفحه از این صفحات از ایران مدیریت میشد، اما اینکه حدود 750 مورد رو بستن صرفا به خاطر همسویی مواضع آنان با جمهوری اسلامی بوده. همه این 17 صفحه از ایران مدیریت میشد و به زمه جوان کانادا، عربستان و سوریه نیز به عنوان مکانهای بعدی در واقع مدیران صفحات شناسایی شدند. به نوشته روزنامه جوان اکثریت این صفحات مخاطبان قابل توجهی در اسرائیل، یمن و امریکا داشتند و قدرت جذب میلیونی مخاطب با زبانهای مختلف و جذابیت در واقع فعالیت‌ها علیه امریکا، اسرائیل، عربستان و مجاهدین دلیل بسته شدن آنها اعلام شد از سوی روزنامه جوان. دروغی به غایت آشکار. برنامه صفحه یک رو در حوزه اقتصاد و موضوع تحریم‌های نفتی امریکا و سخنان وزیر نفت ایران، گلایه‌هایش از همسایه تا دوردست پی می‌گیریم که آن هم در بسیاری از روزنامه‌ها بازتاب یافت. برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان مثل اقتصاد ملی آن بخش از سخنان آقای زنگنه که به سنگ‌اندازی‌های محافظه‌کاران در مسیر برجام اشاره داشت رو با عنوان لجبازی عده‌ای ما رو در چاه عمیق انداخت به عنوان موضوع اصلی برگزیدن. روزنامه های جناح راست نیز مثل وطن امروز بخشی از سخنان زنگنه رو که مرتبط با گلایش از اروپایی ها برای نخریدن نفت بود به عنوان اروپایی ها جواب تماس هایم را نمیدهند منتشر کرد که به نحوی به تحقیر دولت هم میکوشید. وطن امروز که سخنان آقای بیژن زنگنه که آنها رو ایشان رو شیخ الوزرا مینامند به عنوان مطلب اصلی صفحه خود منتشر کرد، به نقل از ایشان نوشت که ایتالیا و یونان که از تحریم‌های آمریکا معاف شده اند هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند و از توضیح علت آن نیز سر باز می‌زنند که بارها با اروپایی‌ها تماس گرفته اما هنوز دیگر جواب تماس‌هایش را هم نمی‌دهند. در ادامه این روزنامه گلایه‌های وزیر نفت ایران از عراق رو هم منتشر کرده بود. این روزها عراق ستیزی هم در برخی از روزنامه‌ها به چشم می‌آید. به نقل از آقای زنگنه نوشت که عراق ماهیانه 200 میلیون دلار گاز از ایران دریافت می‌کند اما بعد از وضع تحریم‌های آمریکا پولی به ایران نداده و تاکنون 2 میلیارد دلار بدهی به خاطر واردات برق و گاز ایران دارد، اما میگوید به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند پولی به ایران بدهد. خب شما هم گاز رو ببندید. عجیب است. باج دهندگان علایه حال. ایشان ادامه داد که هیچ کس حاضر نیست خود را فدای ایران کند. 11,000 بشک سوآپ نفت میانه دو کشور وجود داشت که عراق بعد از تحریم ها آنها رو متوقف کرد. وطن امروز در ادامه گلایه زنگن از روسیه و هند رو هم منتشر کرد که گفته بود روسیه سهام یک پالایشگاه هندی رو اخیراً خریده، اما هند که تنها معافیت خرید روزانه 300,000 بشک نفت ایران رو دارد به روسیه اجازه نمیدهد نفت این پالایشگاه رو از ایران بخرد. قابل ذکر است که ایالات متحده آمریکا آبان ماه سال جاری 8 کشور رو از تحریم‌های نفتی ایران معاف کرده بود. در میان مشتریان غربی تنها ترکیه است که
خرید نفت ایران رو ادامه میدهد، اما یک سوم میزانی که قبل از تحریم ها نفت میخرید واردات دارد، یعنی بسیار کاهش داده و عملا جمهوری اسلامی با بحران تبادل نفت مواجه شده. و اما ماجراهای گوشت در ایران که بوی نفت درآمیخت با آن. علی حال افزایش شدید قیمت گوشت در ایران و صف‌های طولانی برای خرید این کالاهای اساسی موجب شده که دولت از توزیع اینترنتی گوشت با نرخ دولتی خبر دهد. در میان روزنامه کسب و کار در مطلبی با عنوان فروش اینترنتی گوشت با کد پستی خبر داد که از پنجشنبه فروش گوشت‌های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می شود و این دو فروشگاه اینترنتی محصولات مورد نیاز مردم رو بر اساس هر کد پستی برای هر خانوار در به منزل تحویل می دهد. این روزنامه در ادامه به نقل از مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران نوشته بود که در طرح فروش اینترنتی گوشت هر خانوار به ازای کد پستی می تواند هر ماه فقط یک بار حدود 2 تا 3 کیلوگرم گوشت گرم و یخ زده وارداتی به قیمت هر کیلو منجمد 29 هزار تومان و گوشت گرم حدود 40 هزار تومان خریداری کند. لازم ذکر است که قیمت گوشت قرمز در ایران از ابتدای امسال افزایشی 70% داشته، تا جایی که در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت با کیفیت و مناسب و گرم به 110 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر روزنامه صدای اصلاحات هم در مطلبی به عنوان از وعده های دیروز روحانی تا صفهای گوشت امروز و گرانی وضعیت به وجود آمده ایران رو به در واقع بی‌تدبیری دولتیان نسبت داد. این روزنامه در بخشی از مطلب خود اشاره داشت که در 40مین سال انقلاب 57 دیدن صفهای مردم برای دریافت گوشت منجمد یادآور روزهای کوپن و صفهای طولانی مردم برای دریافت کالاست. قطعا بدتر از آنم خواهد شد و این روزنامه رو یارای انتشار همه مطلب نیست که سالیانی است مردم برای همه امور در صف هستند. و در وقت باقی مانده با تک تحلیل و خبر و نظری از وقایع منطقه‌ای برنامه رو به پایان میبرم. تداوم فعالیت داعش در منطقه که روزنامه قانون از روزنامه‌های وابسته به جریانات اصلاحی البته همسو و همجهت با سایر روزنامه‌های دسترسی با آن پرداخته بود، در مطلبی به عنوان شبح داعش عملاً آمریکا رو به حمایت از داعش و انتقال آنها از سوریه به افغانستان متهم کرد. گویی بسیاری از رسانه‌ها از یک نشست فرماندهان آمریکا با فرماندهان طالبان شدیداً به خشم آمده بودند. در صدا و سیما این رو دیده بودم. این روزنامه نوشته بود که ایالات متحده با همکاران و دولت‌های همیاری که در منطقه دارد جابجایی این افراد را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. قانون در بخش از گزارش خود به نقل از معاون فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران عنوان کرد که داعش امروز در افغانستان به صورت سرریزهایی که از این گروه تکفیری است که با پشتیبانی آمریکایی‌ها در کشورهای مسلمان حضور پیدا می‌کنند تا این کشورها به یک سرزمین سوخته تبدیل کنند حمایت می شوند و قصد دارند که تا خراسان بزرگ یعنی حوزه های ایران رو نیز با حضور برخی از طالبان و یا داعشی ها به شورش ناامنی و بحران بکشانند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.